دیگه در بازه. خب آره ولی سه دو دو شیشت کارخونه دارای به نامه خود نام زدم هم استاد دانشگاه خیاطیه اما حرفشون از عیون اشراف اونجا. آره اینا بازم رفتن خرید کردن. خب چه اشکاله؟ من نمیفهمم چرا اول نمیان خواستگاری؟ آخه دو تا بچه ناوارد که بیشتر نیستن، لابد خیال کردن اگه با دست پر بیان بهتره. بله حسابشون درسته، مگه من از اون دخترام که زیر لفظی نگرفته بله بگم؟ الهی قربونه تو دختر خوشگل و چیز فهم برم. یا 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 الله ایوا مثل اینکه اومدن اینجا حسدلیه بنا میگه یا بگی مادر بگی چادر بیزارت کن زود باش. ای زود باش دیگه. سلام سلام خب خوش آمدید. یالا قربون شما برم قربون شما یالا بینی بو چی میان؟ شمسی گفت از خرید اومدی. حاجمون شما بزرگتر ما هستیم. خب البته همون جون انقرض از مزاحمت اینه که در حق من پدری کنین و خلاصه انشاءالله که مبارکه. والا علی آقا مهریه دخترم دست کم باید 150,000 تومان باشه که پیش دختر خالش خجالت نکشه. شیر باهاشم یه خورده چپتر از معمولی باشه. آخه از دخترای معمولی 2-3 سال بیشتر تو خونه مونده. خرج برداشت. انشاءالله واسه جلسه بعدی میرزا اسقرم خبر میکنیم که ببینیم شرط و شروط اون چیه. ببخشین متوجه نشدم. ببین چی میگم. گوش کن عقد پسرم و دخترم رو تو آسمونا بستن. حاجمو ببخشینا منظور علی اینه که در حقش پدری کنی. بله میفهمم. بله که آقا اینجا که فایده نداره که. منظور چیه؟ ببینیم بابا باید تشریف بیرین شیراز اونجا پدری کنی. شیراز؟ چرا شیراز همونتون؟ آخه دو دختری که من دیدم از عیون اشراف شیرازه. چی؟ بابا بله ببینم. ببینیم پس تو نایمدی خواستگاری زری؟ نه خیلی کی گفته؟ غلط کردی نایمدی به گوره پدرت خندیدی که نایمدی پاشو گوره تو گم کن از خونم برو بیرون. یالا دست اون آبجی نمک نشناستم بگی ببر بس دیگه هرچی یتیم داری کردم برین گم